بخش کوچکی از غارت ثروت ملی ایرانیان به دست سران رژیم ایران ویرانساز جمهوری اسلامی، برگرفته از گزارشات وزارت خارجه آمریکا. آخوند محی‌الدین فاضل هرندی فوت کرده. 48 میلیون دلار در عمان، 44 میلیون دلار در عربستان سعودی، 12 میلیون یورو در مالتا و 8 میلیون یورو در اتریش، جمعاً 119 میلیون دلار. غلام حسین عصابدست معروف به الهام، از معاونین احمدی نژاد، 155 میلیون یورو در زوریخ، 14 میلیون دلار در ترکیه، 19 میلیون دلار در قطر و 28 میلیون دلار در امارات متحده عربی، جمعاً 229 میلیون و 380 هزار دلار. حسین یکتا 2 میلیون دلار استرالیا در مالزی، 6 میلیون و 700 هزار دلار در امارات متحده عربی و 4 میلیون دلار در سوریه، جمعاً 12 میلیون و 300 هزار دلار. آیت الله احمد علم الهدا 600 هزار دلار در تاجیکستان، 52 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون و 400 هزار دلار در پاکستان، 88 میلیون دلار در امارات متحده عربی و 65 میلیون دلار در هنگ کنگ، جمعاً 213 میلیون دلار. آخوند علی فلاحیان 212 میلیون یورو در بانک جهانی UBS، 11 میلیون دلار در اتریش، 20 میلیون دلار در سوریه، 19 میلیون دلار استرالیا در مالزی، 41 میلیون دلار در امارات متحده عربی و 42 میلیون دلار در ترکیه، جمعاً 422 میلیون و 600 هزار دلار. پاسدار مصطفی آجرلو مدیر عامل سابق باشگاه تراکتورسازی تبریز، 1,200,000 دلار در اسپانیا، 18 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 3,500,000 یورو در آفریقای جنوبی و 12 میلیون دلار در مالزی، جمعاً 36 میلیون و 340 هزار دلار. سرهنگ عبدالرسول رضایی فرمانده سپاه ناحیه سارالله شیراز، 3 میلیون و 100 هزار دلار در ترکیه و 5 میلیون و 200 هزار دلار در امارات متحده عربی، جمعاً 8 میلیون و 300 هزار دلار. سعید حدادیان مداح و نوه خان، 4 میلیون و 200 هزار یورو در آلمان، 3 میلیون و 100 هزار یورو در اسپانیا، 27 میلیون و 800 هزار دلار در ترکیه و 24 میلیون در هنگ کنگ، جمعاً 89 میلیون و 670 هزار دلار. آخوند احمد جنتی رئیس فعلی مجلس خبرگان، 1 میلیارد و 400 میلیون یورو در بانک جهانی UBS، 123 میلیون دلار در آفریقای جنوبی، 490 میلیون یورو در بلژیک، 270 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 101 میلیون دلار کانادا در کانادا و 310 میلیون یورو در مالزی، جمعاً 3 میلیارد و 400 میلیون دلار.